و یسرت لی من صنعک الکافی صل علی محمد و آل محمد و اعنی علی بوائق الدهور و صروف اللیالی و الایام و نجنی من احوال الدنیا و کربات الاخره فاكفني شر ما يعمل الظالمون في الارض اللهم ما اخاف فاكفني وما احذر فاغني وفي نفسي وديني فاحرسني وفي سفري فاحفظني وفي اهلي ومالي فاخلفني وفي ما رزقتني فبارك لي وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فقدمني ومن شر الجن والإنس فسلمني منو در چشم مردم بزرگ کن از خدا بخواد ما بزرگ میشیم و به ذنوبی فلا تفضحنی و به سریرتی فلا تخزنی و به عملی فلا تبتلنی و نعمک فلا تسلبنی و الى غیرک فلا تکلنی إلهي إلى من تكلني إلى قريب فيقتوني أم إلى بعيد فيتجهمني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي منو به کیوا میگذاری؟ به خویشاوندانم که از من ببرن بگن فامیلمونه چی کار میشه کرد یه بار گرم و واکنه و بره به دورتری به دورا قریبه ها که منو از خودشون دور کنن یا به کسایی که بگن نداره بیچاره است آبرومو ببرن در حالی که تو خدای منی و ملیک و امری اشکو الیک غربتی همه کار توی من به تو شکایت میکنم از غربت و بعد داری از دوری خونه و هوانی علا من ملک دو امری الهی فلا تهلل علی غضبا خلاصش این سر من داد نزد من طاقت ندارم فإن لم تكن غضبت علی فلا بالی سباک سبحانک غیر ان عافیتک اوسع لی فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماء أشرقت له الأرض والسماء از تو میخوام به اون نوری که زمین و آسمان و باش روشن کردید فرمود اون نوری که به کوه خورد کوه منفجر شد و فوت شد و موسی بیهوش افتاد همراهاش مردن میخواستن خدا رو ببینن یکی از جلوه های سلمان حالا ببین خود مولا کیه علی علی علی
آقایی که همه عرش زیر نگین انگشترشه، نور زمین و آسمان مال اوست. حالا ببین خدا چقدر بزرگ که امیرالمومنین ازش میخواد. با کشفت به ظلمات تاریکی آباش روشن میشه، باز میشه. ما اکثر الابر و اقل الاعتبار. ببین تو تاریکی چی نمیبینی، مجبوری کلی میگی چراغ نداره اینجا. بگو آقا جان روز عرفه است دیر نشه، دور و برم تاریکه، دلم تاریکه، این کلید دل منو بزن ببینم کجایی، ببینم چه خبره. و سلام به امر الاولین و الاخرین، الله تو میتنی علا غضب که ولا تنزل بی سخطک، لک العتبا لک العتبا حتی ترضا قبل ظالم. انشالله همین جمع یه عرفات مشتی بریم، بریم های گریه کنیم، بعد از سفر بیایم بریم کربلا. انشالله یه سفر همه با هم روز عرفه کربلا باشیم. کربلا خیلی شلوغه این روزا. لا اله الا انت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس عما يا من عفا عن عظيم الذنوب به المهم، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من عاتى الجزيل بكرمه، يا ودتي في شدتي، يا صاحبي في وحدتي، يا غياثي في كربتي، يا ولي في نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد الخاتم النبيين وآل المنتجبين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كافها يا إنسان وتاب ياسين والقرآن الحكيم أنت كهفي لا تغيني المذاهب في سعتها وتذيق بي العرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل عثرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وأنت مؤيدي بنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا من خس نفسه بالصمب والرفع فأولياءه بعزتي بعزي يعتزون.
بر یا من جملت له الملوک نیر المدلت على ناقب فهم من ستواته خائفون یعلم خائنة الأعیان و ما تخفی الصدور و غیب ما تأتی به الازمنة و الدور یا من لا یعلم کیفه الا هو یا من لا یعلم ما هو الا هو یا من لا یعلم الا هو یا من کبس الارض علی الماء وسد الهواء بالسماء یا من له اکرم اکرم الاسما یا ذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا. تو رو قرآن نگاه کن، شما دعای عرفه رو بخونی نباید دیگه میفهمی همه دنیا چه خبره. یا من کبس الارض ارض علی الماء، زمین در آب فرو برده. چقدر آب رو هم انباشته است، هیچ جای دیگه نمیره. وسد الهواء بالسماء، هوا رو تو آسمون بستی. این نشون دهنده جو، هوا بیرون نمیره از جو. ما خارج من اونور کسی زندگی میکنه الان؟ امام حسین اینجاست. یا من سد الهواء بالسماء، ای کسی که هوا رو بستی بیرون نره. کجا رو میبینه امام حسین؟ همه چیز رو درست میبینه. اهل بیت اون چیزی که هست میبینن. ماها باید بگیریم فرمولامون یه جوری بچینیم که با امام حسین درست در بیاد، نتیجه درسته. دو به علاوه جای خالی مساوی است با مثلا ده، نتیجه ده معلومه. ده رو میای منهای دو میکنی، هشتش در میاد. نتیجه رو داریم، امام حسین داریم، امیرالمومنین داریم، فرمایشات اهل بیت رو داریم، خودمونم داریم یه طرف معادله. ببینیم با چی کار بکنیم که نتیجه بشه حسین. بر روز قیامت میخواد ما رو ببره دیگه. حالا مثلا یه ذره گناه مثلا دیگه نهایت هم باشه، نه اینکه به هر کاری ما مثلا شفاعت میکنه ما رو میبره. بله میبره، ولی من تو هم خیلی خجالت میکشی. همه احتیاج به شفاعت دارن، ولی اندازه داره. نگه امام حسین بیاد ریش گره و بذاره واسه ماها، هر کاری خواستیم کردیم که بعد بیم از ارباب اون سو استفاده کنیم. از عشق ارباب استفاده کن. میگن جلسه امام حسین همه وارد بشه، هم هر ولی هر جوری میخوای وارد نشو. یا حالا تو ممنون امام حسین شدی اومدی، با هر ریختی میخوایی وارد نشو. محرم داره شروع میشه یواش یواش. خواهرایی که میان تو جلسه با کمال احترامی که من برشون قائلم، این درست نیست. نیان خواهرها با لباس سبک. من نمیگم کسی حتما با چادر بیاد، ولی نه اینکه با چادرم نه دیگه هر جوی دلت میخواد بیایی. من دارم میگم گناهشم گردن خودم اگر داره، من از حرمت جلسه اربابم دارم دفاع میکنم. راه داره،
برای یه نفر میگم، فکر کنید یه نفر، فکر کنید اصلا دارم میگم برای اطمینان. با هر لباسی دوست داریم یه خانم یه نفر باشه، ایشالا اون یه نفر هم نیست، هر جوری دوست داره میاد برای حضرت زینب با حجاب، به حجاب حضرت زینب عشق بریزه. نه یا اینطوری نیومدن تو گناش گردن من. بعد که میری بیرون چی؟ این مسعود جان ما مثل که بلند شده از رخت خواب و این آج از خرقا و همه اینا دارم بهتر میشه، هم باست همه مریضا اونه که مریض، به هر کی میگی آقا حالت چطوره میگه حالم خوبه دلشوره دارم برای محرم نرسم. ای خدا همه مریضا رو ما رو به محرم برسون، ما رو هم تو محرم نگرد.